بریم سراغ مهمان عزیزمون، یک مهمان عزیز که بنده به شخص بسیارشون رو دوست دارم و سالهای سال کاراشون رو پیگیری میکنم و کلی در کار خودم هم ایشون تاثیرگذار بودن و میشه گفت دورادور استاد بنده بودن. با افتخار میخوام دعوت کنم از عزیزی که سالها مردم کشورم رو خندونده، برای همین تو قلبشون جا داره و لازم بود در برنامه شباهنگی که رسالتش خندوندن شما مردمه، ایشون هم دعوت بشن. خدا رو شکر دعوت ما رو پذیرفتن. دعوت میکنم با افتخار از پدر استنداپ کمدی ایران، جناب آقای حمید ماهی صفت. آقای ماهی صفت خیلی خوش آمدید. قربان شما. خیلی مخلصم. بفرمایید، خواهش میکنم. اگر اجازه بدید بنده هم بشینم. اگر نه که سرپا تا آخر برنامه در خدمت هستم. سلام علیک، بفرمایید، در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و بینندگان گرامی. خیلی خوشحالم در جمع شما هستم. ان شاءالله که ساعت خوبی رو داشته باشیم با هم. قطعاً در کنار شما این اتفاق میفته. ممنونم اولا که شما دعوت ما رو قبول کردید. خواهش میکنم. چون معمولاً خارج از اجراهای استیجتون و برنامه‌هایی که شخصاً به عنوان استنداپ دارید جایی نمیرید معمولاً. بله. من خودم شما رو تو تاک شوی ندیدم و این بله. چه سعادتی نصیب من شد. اختیار دارید. که عزیزی که من از دو سالگی دو کاراتون رو دیدم، ماشاءالله همون موقع هم همین جور بودید، بزنم به تخته. هنوزم شما فکر کنم با عمو پورنگ از یک چیز استفاده میکنید. شما اسطوره و الگوی من بودن توی کمدی. چه تأثیری رو تو نذاشته پس؟ متاسفانه دیگه نذاشت. هر کی میرسه حامد این جمله رو به خدا، چند وقت پیش رفته بودم توی لبنیاتی پنیر بخرم، یه آقای بود ابروهاش هم سفید بود، اینطوری کرد: آقای مایلما شما نوستالژی منی. من چی؟ یعنی من نوستالژی؟ برو بیرون. گفت مثلا پولشو بدم. گفتم مهمون منی، فقط برو بیرون. حالا ایشون میخوره به شما نوستالژیش باشی، ولی آره ایشون نه. مرسی سعید، ممنونم ازت. دیگه نمیپرسم خانم تو که میدونم نیست دیگه. تقلید صدای خیلی از مسئولین هم تو کارتون بوده. آیا شده که اذیت بشید، ناراحت بشن، گیر بدن بهتون؟ نه، البته خب اون کسی که پررنگ‌تر از همون بوده مورد علاقه بنده هم بوده، ایشون هم مطلع بودن. یه روز هم رسیدم خدمتشون، حلالیتی طلبیدم و در واقع وقتی وارد دفترشون شدم ایشون پشتش به من بود، داشت عباشون رو آویزون میکرد. وقتی من وارد دفتر، به من گفتن برو تو، گفتم وارد که شدم گفتم سلام علیکم، ایشون هم گفت و رحمت الله، بفرمایید. بعد دیگه گفتم آج آقا من اومدم منو حلال کنید. یه امر طبیعی بوده اصلا. آره، گفتم آج آقا من اومدم منو حلال کنید، من با شما شوخی کردم. و گفت اگر به نیت ادخال سرور هست حلال میکنم. روحشون شاد. بله میگن که یه وقتی یه وکیلی در دفاعیش نوشته بود که آقای قاضی به سلام موکل من با دست چپش یه چیزی رو دزدیده، چرا باید بقیه اعضای بدنش بره زندان؟ اومد زرنگی کنه. قاضی از وکیل زرنگتر، گفت باشه منم یک سال حبس برای دست چپ موکلت می نویسم. در همین حین اون مجرم دست مصنوعی چپش رو برداشت، گذاشت، راه افتاد بره. قاضی گفت وایسا تو بچه کجایی؟ گفت من بچه اسف اونم. قاضی گفت این ورا رد شدی گز آردی برای ما بیار. فکرشو نمیکرد دو دست مصنوعی باشه، اون از قبل آماده داشته. لب ساحل وایستاده بود همشریای شما دیگه برای او دید یه کشتی خیلی بزرگی آمد، کاپیتانش هم اون بالا داره پیپ میکشه. گفت کاپیتان
او تنه با بفرست پایین من بیام علا کشتی تو را نگاه کنم. کاپتان گفت وات؟ گفت تنه با بفرست. یارو گفت وات یو سی؟ گفت آقا اصلا کن یو سپیک انگلیش؟ یارو گفت یس. گفت خب پس او تنه با بفرست. در زمان نوجوانی سینما می رفتید؟ اهل فیلم دیدن بودید؟ آره. اون موقع که پردیس های سینمایی نبود، اون موقع تک سینما ها بودن. آره دیگه. و تنها می رفتید؟ نه. با کی می رفتید؟ با مامانم. اولین بار فیلم سنگام با مامانم منو بردن. موقعی که همه خارج می شدن تو راهروی خروج ادای ویجینتی مالا و راج کاپور رو در آوردم. اصلا واقعا اونجا انگار کش کردم. فیلم سنگام بود. میری من دیگم نا میری من دیگم نا کا حال را تا بود سنگام و گدی. از این خاطرات اون موقع. آقای محسن، من باید اول برنامه میگفتم ولی انقدر گپ زدن با شما لذت بخشه که یادم رفت. بچه ها تدارک دیده بودن. شما در منزل بیشتر دمنوش میخورید، قهوه میخورید یا چای؟ دمنوش. اتفاقا براتون دمنوش تدارک دیدن. ولی الان وقتشه که گلومو خوش شده من شما رو به یه دمنوش دعوت کنم. چاکر شما. باشم من بیم. انتخاب دمنوشش از شما. نوشه جان. دمنوش چطور بود؟ الکی گفتم دمنوش نداری با خوب بود. میخوای شما؟ نان ما در کدام شهر است؟ جهرم. جهرم. من خودم گیلانی مگه نیستم؟ کل ای اسمو نتونستم بخونم. کلویچ کلوویچ گیلانی داریم اینجا. کلوویچ و کلومپه جفتش مال اون منطقه است. خب من شروع طوفانی داشتم آقای مایسر. این میشه اینجا بیست ببخشید. خب شما بگید من کدوم پاکتمو بردارم. اولی. خدایا ما آبرو داریم. شعر ده بیست پونزه رو به شکل احساسی بخون. بچه ها یه ملودی احساسی بزنید. گریه نکنید و من راضی نیستم. تو بزنی احساسی میشه. تو بزن. کدام شهر اسپانیا مرکز گاو بارسلونا؟ سویل. بارسلونا. مگه بارسلونا گاوازی نمی کنن؟ بردن سویل؟ بگم ده بیست اینو گفتم رو دور باخ افتادم. سکانسی از سریال پایتخت رو با لهجه هندی دوبله کن. سری پایتخت. چرا دارید منو بازی میدید؟
چرا میخواد همه چیز عادی جلی؟ چرا دارید منو سرنزازی درست؟ من باختم، بعدم باختم، ماوروی شهر منو بردم، ولی هندی. چرا دارید منو نمیتونم هندی چجوری دوبله باید بکنم؟ به خدا نمیتونم، منو تو این موقعیت قرار دادی. این شروع شد یه خواب بهتر از وسطش میرم. میری دوم سپر که یه ابروی شهر بردی کرده، شهر روی سر من خراب کرده، این داره مازل داماد سکوت نکرده، دیش داغی بزرگ بری که چی کم ماهه جوب بری که باهه هیچ نه. خدا رو شد واقعا دیگه توان باخت رو ندارم. آقای مای صفت تو رو خدا، بچه ها سخت خدا هم کشور تولید کننده مرمتر یاغوت هست، میانمار، سمارینو. وقت تو داره تموم میشه، وقت تو تموم شد سمارینو. میری دوم سیگر نه میری گلی تک تک. خب من خوبم بردم سکانسی از ببخشید سکانسی از فیلم متر شیش و نیم رو با گویش یک پیرمرد دوبله کنید. دوبله است. این متن روی در واقع بازیگر عزیزمون صحبت کنید. هر موقع آماده بودید بگید من پخش کنم، مثل من نشه که یه تصویر بره، میخوایم کامل ببینیم. یعنی با صدای پیرمرد؟ پیرمرد. آره. آماده بودید بگید بچه ها به شروع کنن. نه استارت دادن. بفرمایید. وقتی همه زندگی میشه یه دختر پنج سال عمرم رو گذاشتم پاش، من میدونم و یکی دیگه هست، من میدونم اون منو نو داده، میدونم دیگه منو نمیخواد، ولی من الان دلم بر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینمش یه بار. تقریبا یه جایی سینگر شد، یعنی با اینکه یه ذره اون تندتر داشت میرفت. دم شما گرم. من بیا نمیخواستم ببازم. آیا من یه سوالی دارم، اینجا دوتا از گذاشتن سیستم من به هم نریخت؟ میگه عروس نمیتونه برقصه، میگه زمین کجه. من ببخش این دوتا مونده. بله همون. ترانه من یه پرندم رو به فرانسه بخون. بچه ها میدونن من بچه پاریس هم. بچه ها بدون شما واقعا نمیتونن. یه جاش بد آی خالی مقی پقق آقه زو داخته تو باغم باقی مقی خونه قق قنگ و قاقی خر قاق قوخی آی خقاقم قاقی جا که قاقم تو باید قاقی تا قیقه باشم میقیقم اقی. بفرمایید خدایا کاغذ نخستین بار در کدام منطقه ساخته شد؟ ایران، چاینا، چاینا. من بودم حتما میگفتم ایران، چون من کشورمو خیلی دوست دارم. دارنده مدال طلای المپیک 1980 ملبورن و خالق فن یک دست و یک پا در کشتی چه بود؟ امام علی حبیبی عبدالله موحد. تموم شد. من باید جواب بدم. عبدالله حبیبی گفتم دیگه. حبیبی
نه اصلا همه میدونن اونایی که میگن آقای مهندسه و دیر گفت دست بزنن کاموه آه تن میام ها کون آفت فیلم چیز هست بازی مرکب دونو با لحظه بابا حرف بزن چه همه قر میزنن یه صحنه پنالتی رونالدو رو با لحجه صحنه پنالتی رونالدو رو با لحجه مازندرانی گزارش کنیم به افتخارشه صبر کن صبر کن هر موقع ایشون آماده بودن نه بفهم رونالدو رفته نگاه کرد کنی مردون این بابا بیرومد هسته یه گل هسته مو هسته ولی نتونه نه بی خود قیافه نگنه بیرومند چی میگی؟ کجا نگاه کنی؟ دختره نگاه کنی؟ تمرکز ها کن تمرکز ها کن ولی بعد خیط ها کنی آره این هم داره چی ها کنه؟ بفر ما حتی دوتا نه که نیدیدی آره مازندران هست اوی کلا اونجور مدود هنرمندان عزیز ما هستید در این برنامه منو بود خداییش میخواستم بگم نسا چون حالا حمله بریانم اطلاع اشتباه پیش میاد دیگه بعد دمت گرم آقای مایصفه قربونم برم به خاطر حضورت جنبه بالات مهربانیت و ثابت کردی که قدیمی ها دود از نه نه نگم همچنان با عشقن و کارشون رو دوست دارن مردم رو دوست دارن مرسی از اینکه اجازه دادی ما با شما بازی کنیم شوخی کنیم شما تاج سر ما هستی من خودم ارادت ویژه‌ای به همه عزیزانی که مردم کشورم رو میخندونن دارم براشون احترام ویژه‌ای قائلم که شما پرچمدارش هستید یه دست جانانه به افتخارتون من خواهش میکنم دوستان یادگاری ناقابل شباهنگی رو به آقای مایصفت بیارن اساسا من یه چیز دیگه حالا اضافه کنم بفهمه خواهش میکنم درود بیکران مثل. به همه کسانی که سهمی در شادی ملت ایران دارن درود واقعا حالا هر کسی تو هر زمینه ای دیگه از... دل مردم رو شاد میکنن بله یا باعث کسی شدن کسی مسئوله کسی یک با یک گذشت امضا دل شاد میکنن گذشتگی هایی که بعدها شادی بیشتر باشه دیگه اصلش اینجاست هنر مرتضی تهرانی عزیز که از قسمت اول با ما بود یه تغییراتی داره دیگه اصل مهمانو میذاره با کاریکاتورش چقدر دوست دارید اینو؟ خیلی زیاد از ده به ده میدم عالی استارترشو دوست داشتیم؟ آره قشنگی استارترتو دوست داشتن؟ مرسی مرسی دیزرتت هم بد نبود خیلی مخلصم آی مایصفت عزیز اگر جمله‌ای برای پایان دارید بفرمایید ما در خدمتتون هستیم دنیا انقدر این عمرای کوتاه ما انقدر ارزش نداره که بخوایم به نق و غم و غصه و پالسای منفی و کاستی ها بپردازیم همه این وقت ها رو میشه به شادی و خدمت و انسانیت و مهربونی پرداخت یعنی عقل سلیم اینو میگه انشالله این دومی رو پیشه کنید انشالله آره مرسی مرسی ممنون قدمت داریم از صمیم قلب براتون بهترین آرزو میکنم تشکر میکنم شما که همیشه درخشان ممنونم. بودید درخشانتر باقی بمانید و سلامت خیلی نفستون حق حامد به خاطر اینکه بچه با اخلاقی بسیار فروتنه آه یه چیز بگم یادم افتاد خواهش میکنم من یه بار خدمت استاد ایرج رسیدم گفتم آقا دوست دارم رمز پایداری رو از شما بدونم ایشون نذاشت جمله من تموم شه فرمودن هنرت نیست اخلاقته که پایدار نگهت میداره و من این موضوع رو در بین تمام برای بچه های این صنف یکی در تو دیدم واقعا فروتنی اخلاق خوب یکی هم در یوسف کرمی یوسف شان کرمی آره هر جهت حالش خوب باشه تو بچه های خوب ما که بچه های خوب خیلی داریم در عرصه کمدی باور میکنی یعنی در واقع
وقتی تلفن به من شد گفتم ببخشید برنامه مال کیه؟ تا گفتن فلانی، گفتم اوکی. گفت شرط، گفتم شرطه بلکن، گفتی آهنگی تمامه. آچاکر شما این قربونت قدم روشه شما من گذاشتی، اختیار داری. به دست جانانه، به افتخار آقای مایستر. ممنونم. خیلی خوبی، خیلی چاکری، شما عالی. بچه های موزیک مرسی، مرسی.